سوال 190 عنصر X با جرم اتمی میانگین 35.5 AMU دارای دو ایزوتوپ پایدار با درصد فراوانی 75 درصد که ایزوتوپ سبکتر باشه و 25 درصد برای ایزوتوپ سنگینتر است اگر بدانیم جرم اتمی ایزوتوپ سبکتر 35 AMU است در واکنش تبدیل هسته ایزوتوپ ها به انرژی اختلاف مقدار انرژی آزاد شده از یک مول ایزوتوپ سنگین تر و یک مول ایزوتوپ سباکتر بر حسب جول کدام است؟ خب ببینیم بچه ها، اول جرم اتم میانگیر به من داده سی و پنجونیم. خب فرمولش می نویسم سی و که جرم اتم میانگین باشه مساوی میشه با جرم هر ایزوتوپ زب داره فراوانیش فراوانی دوتا ایزوتوپ داده یکیش سباکتر 75 درصد و سنگین ترم 25 درصد از طرفی جرم ایزوتوپ سبکتر 35 پس جرم سبکتر 35 ضبط داره فراوانیش میکنم که از 75 به علاوه برای ایزوتوپ سنگینتر من جرم ندارم جرمشو میذارم M2 ضبط داره فراوانیش هست برای سنگینتره فراوانیش هست 25 درصد ضرب در 25 تقسیم میکنم به کل فراوانی ها 75 درصد و 25 درصد جمعش میشه 100 تو مخرج میذارم اینو حل کنیم بچه ها M2 یعنی جرم ایزوتوپ سنگینتر. به دست میاد 37 این حساب کردم به دست آوردم 37 از طرفی جرم سبکتر هست 35 خب اختلاف جرم این دوتا بچه ها سی و پنج و سی و هفت اختلافشون جرمشون دو واحده و چون ایزوتوپ هستن اختلاف ایزوتوپ ها توی تعداد نوترون هاشونه پس سوال چی میگه؟ میگه اختلاف مقدار انرژی که آزاد میشه اختلاف جرم اینا میشه دو مول بچه ها نوترون اینو توضیح بدم پس اختلاف سی و هفت و سی و پنج دو واحد اختلاف ایزوتوپا توی تعداد نوترون هاشونه توی دو واحد نوترون با هم فرق دارن چون موله من میگم دو مول نوترون اختلاف این خب حالا میام مول نوترون رو تبدیل میکنم به گرم خود سوال میگه هر مول پروتون یا نوترون جرمش یک گرمه پس یه مول نوترون جرمشو میگیرم یک گرم حالا توی محاسبه ای انرژی ای باید بر حسب ژول باشه ام بر حسب کیلوگرم پس این گرم من تبدیل میکنم به کیلوگرم گرم به کیلوگرم بلدیم که یک کیلو هزار گرمه اینو به دست میارم یعنی اختلاف جرم من بر حسب کیلوگرم الان دارم میشه دو هزارم یا دو زبدر ده به توان منفی سه کیلوگرم اختلاف جرم شده این این جرمه که تبدیل میشه به انرژی طبق رابطه ای, ای مساوی با ام سی دو جا گذاره میکنم امو دارم دو زبدر ده به توان منفی سه جرم و کیلوگرم دارم زبدر در سی دو میکنم سرعت نورم سرعت نور سی دو رو به من داده نه زب در ده به توان 16 همین رو میذارم نه زب در ده به توان شونزه دقت کنید بچه ها به توان دو رسونده این محاسبه رو انجام میدم 9 ضرب در میشه 18 ضرب در 10 به توان منفی 3 با 16 میشود 13 18 ضرب در 10 به توان 13 توی گزینه ندارم اما گزینه ای سر رو نگاه میکنم که از یک ممیز هشت زبدر ده به توان چهارده جواب گزینه سه